سلام برسه، سلام، تشکر، زنده باشی، منتظر هستیم. سلام به کل شما عزیزان برسه، منتظر هستیم که رومل جان فهیم بیایه، امروی رومل جان فهیم صحبت کنیم. خدا کنه که در وقت حاضر شوند، باز انوز فکر کنم وقت داریم. اول گپای رومل جان فهیم هم میشنویم، باز اونا که بخیر گپ زدن، باز من گپای خود خود زدم. اگر باز رومل جان فهیم ناوقت گپ، چی میکنیم؟ اول گپکای خودم میزنیم، باز بعدن گپای از برم شنویم. دکتر صاحب، روی شما خیلی لکه دارم ده، تیک تاک نشان نمیده. او از خاطر چیز است؟ از خاطر تیک تاک است که بعدم مقبول نشان میده. تیرنا جان سلام برسه، سلام. یک روز اتمن امروی خودتم لایف خاطر افتم، میخوایم خودت به دوستا معرفی کنم. خودت قابل افتخار استی، باید دوستا معرفی به دوستا معرفی شوی. دوست دارم که بعد از این هفته یک دفعه بیایم لایف، بالا یک تعداد مسائل گپ بزنیم، یک تعداد دوستا رو معرفی کنیم، یک تعداد معلومات ها بتیم. ساعت ما هم تیر شوه، به خاطر که در دوره دکتر صاحب اشوک. I'm fine. دکتر صاحب اشوک یک دکتر صاحب ایندی ما هستن، فعلا در آلمان کار میکنه. دوست ما رومل جان و فهیم و محمد. فهیم جان، من ریکوست تا قبول کردم. سلام برسه. سلام علیکم دکتر صاحب، چه حال داری؟ بخیر صحت من؟ رومل جان، فهیم صاحب خوب هستی؟ صحت خوب؟ چی گپاس کابل زندگی؟ الحمدلله، والا خوب است، مگذره جا، شکر خداست. ما هم همراه فضای نو، همراه آب و هوای سرد سپری میکنیم، الحمدلله. شکر است که بخیر تر میشه. رومل جان فهیم، در این وقتای آخر در تیک تاک بسیار زیاد سوال زیاد شده است. و اگر خودت در جریان بودی که در افغانستان هم از طریق فیسبوک بسیار زیاد از ما سوال میشته، تو در محفلا هر جای که رومل جان فهیم دوستا بگویم که از دوستای شخصی من است، مفلاوی هم که میرفتیم دوستا همیشه پسند میکردن. دیگه من مجبور شدم سوال میره خود جواب میده، ولی حتما باید یک دفعه که یک دوست ما که درباره مسائل سیمی بفهمه گپ بزنیم. یک تا سوالی است که من هم دارم، دوستام داره، او را پسند کنیم. باز به یادم خودت آمدی، گفتم چقدر خوب میشه که از اونمو بحث های تحلیلی که ما خودت میکردیم همینجا بیم آنلاین کنیم دوستا. گپ خوب است. البته من میخوام یادآور بسازم، گرچند من زیاد تخصص ندارم در این رابطه، اما معلومات اندکی که جمع‌آوری کردیم و بر اثر مطالعاتی که خودم کردیم میتونم برای دوستان در حد نظر و در حد ای که اما معلومات برشون ارائه کنم. از او بیشتر من چیز کرده نمیتونم، ادعای زیر کرده نمیتونم گویا من کدام عالم هستم یا بیشتر در مورد معلومات دارم، اما نظریات علما و نظریات صاحبان علم، کسایی که هستن و در این رابطه زیاد تحقیق کردن، او را همراهشان شریک میسازیم انشاءالله، ببینیم که چی نظر است و چی نتیجه میده. خوب، گپ خوب است رومل جان. من میخوایم این مسئولیت از سر خود رفع کنم که من دکتر داخل هستم، سکسولوژیست نیستم، فقط به خاطر از اینکه دوستا بسیار از ما افغانستان که چیز زیاد سوال میشد تا اینجا که گپ ما در اینجا رسید و اینجا تیک تاک یک دفعه مردم ها شروع کردن، فقط به خاطر از اینکه مردم سوال میکنه و دیگه هیچ مرجعی برشان نیست که جواب بده، و من همین مسئولیت را گرفتم که جواب میدم. و هم یک تعداد همین قسم چیزهای متنای علمی، غیر علمی و منطقایی که خودم از لحاظ طبی در برش فکر کردیم، او رو همراه دوستا در جریان میمونم. مسئولیت بعدی مربوط دوستا میشه. ما نمیگیم که گپ ما راست است، ما گپ خودم میزنیم، اونا برن تحقیق کنن، دوباره در برش فکر کنن، قسمی میتونیم به یک نتیجه خوب برسیم. ولی میخوایم اول خودت رومل جان معرفی کنم. فکر کنم اما قدر دوست کفایت میکنه که آمده. رومل جان فهیم چندین تالنت داره و من برش میگم که شخصا پیشم، من از نابغه از خود یک تعریف دارم و هر کسی که اونو کس برای من نابغه است که در هر کاری که دست میمونه و در هر کاری که میره اونجا خدا میرسونه. رومل جان فهیم در عکاسی نام خدایش بهترین است در زمانش. من نفهم چرا عکاسی را فعلا قطع کرده. در زمانش بهترین عکسای کابل در تمامی صفحات اجتماعی که میدیدین از رومل جان فهیم در بانکینگ، در یکی از پوزیشن های بسیار زیاد خوبه در بانک اسلامی افغانستان گرفت و اونجا کار میکرد و بخشای مارکتینگ شد و
باز یک زمان رومل جان فهمید تیک تاک آمد بسیار زیاد مشهور شد، شما حتما شاید از اولا از شریش بشناسین. باز تیک تاک خود دلیت کرد، مسائل اسلامی را شروع کرد که نام خدا در او هم بسیار زیاد پیشرفت کرد. رومل جان فهیم در سوشیل میدیا بسیار زیاد معلومات داره، اولین کسایی بود که من در امرایش در باره یوتیوب خود مشوره میکردم. دیگه من قدر یادم بود، من میفهم چیزای زیادتر از این است که رومل جان در باره خود بگم، ولی من قدر یادم آمد که بگم. تشکر میکنم آسیب جان از کوچک نوازید، سپاسگزار هستم. البته دوستا گرچند مرا میشناسن با بک‌گراند ما آشنا هستن که کمتون. رومل فهیم هستم، خبرنگار آزاد، عکاس هستم، امیال هم هستم، اما عکاسی را به دلیل از اینکه چند وقت پیش می کمره ام که دوزی شد، بعد از او تا کمره تازه نگرفتم، دوست ندارم با موبایل زیادتر عکاسی کنم، از این خاطر یک کمک فاصله گرفتیم. البته مسئله دینی و مذهبی با عکاسی قدر مشکل نداره، جواز داره و مشکل هم نداره. در کنار از او یک دعوتگر کوچک هستم، در حد که معلومات دینی که مفید می باشه حاصل می کنم را به دوستا از طریق همین شبکه های اجتماعی پس برشان می رسانم. به خاطر از اینکه من خودم نفع می برم، کوشش می کنم دیگران از امون نفع ببرن. و در کنار از او کارمند فعلی بانک اسلامی افغانستان هستم، من حیث گرافیک دیزاینر هم رایشان وظیفه اجرا میکنم و زیادتر در این مورد چیز گفتنی خاص ندارم. شاید فکر کنم این معرفی ما کافی باشه برای دوستا. میکنم خوش شدم رومل جان که دعوت من رو پذیرفتی، یک بس تو چی میگن خودمانی میداشته باشیم. باز خوب است که دوستان حتما انشاءالله. نوز نمیگم بخاطر از اینکه سوالی بسیار جالب من دارم. رومل جان خوش آمدی دوباره. من سوال خود خیلی شروع میکنم. اولین سوال من رومل جان امی که بخش جنسی یک بخش بسیار زیاد مهم از زندگی انسان است، نه؟ و امی قسم یک بخش بسیار کلان است که همیشه بخش از زندگی ما را تشکیل میده، و از این طرف اسلام هم یک دین است که همه جوانه با باید مد نظر داشته باشه که من فکر میکنم که دارم. این حال اولین سوال من است که اسلام درباره مسائل جنسی چی میگه؟ همی مسائل جنسی در اسلام چی رقم ذکر شده؟ چی شد ذکر شده؟ نشده؟ چی گپایی وجود دارم؟ تو در کلیات یک معلومات عمومی اگر خودت بتی. البته در مورد روابط جنسی باید گفته شده که در نه تنها در اسلام، در تمام مذاهب بسیار واضح و صریحا بر مردم اطلاع داده شده. البته مشکل اساسی ما این هست که ما عموماً به کتب بررسی چیز نمی کنیم، یا دسترسی نمی داشته باشیم، یا مراجعه خودمون نمی کنیم، یا از عدم مطالعه ما بیشتر کوشش نمی کنیم که بریم سراغ اسناد اصلی و واقعی. البته اسلام هم سهم خود داشته در رابطه با تشریع موارد زیاد جنسی. حتی ما در بعضی اوقات در ماهای رمضان هم متوجه میشیم که بعضی از علما میاین، و البته علما نمی باشن، خب کسایی می باشن که خود را در قالب علما جا می زنن و میاین مثلا فتواهای حق و ناق میدن در رابطه به ارتباط زن و شوهر در ماهای رمضان، در شبهای رمضان و مسائل دیگر. اما وقتی ما متوجه میشیم که به قرآن و سنت مراجعه میکنیم، متوجه میشیم که قرآن و سنت یک چیز برخلاف حرفا و فتواهای اونا میزنن. به علت از اینکه ما مطالعه درست نمی کنیم یا بررسی درست نمی کنیم، میایم بعض فتواهای اشتباهی که به نام اسلام زده میشه یا به نام اسلام صادر میشه، او را میایم در قالب اسلام جا میکنیم و گویا بر مردم ای را میرسانیم که اسلام شاید یک دین باشه که بسیار گوشنشین است و مردم از هر کار منع میکنه و هر چیز حرام است در اسلام و هیچ کار حق نداره بکنن و چطور و چیکار. در بحث های جنسی ما زیادتر میبینیم که از خانم رسول الله علیه السلام، از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بر ما زیاد موارد میرسه که در رابطه با زندگی زناشویی بر ما معلومات زیاد را هم میکنن، و مثل از این دیگر اصحاب کرام هم هستند که در رابطه با موارد جنسی بر ما معلومات زیاد رساندن که در کتاب متعدد یافت میشه که آدم بتونه اگر جستجو کنه، اگر اهل ازی باشه که
مثلا حق میخوام جستجو کنم، میتونه جستجو کنه. البته من زیاد نظر به این نمیتم که به سایت ها مراجعه کنن، به خاطر از اینکه سایت ها عموما منابع را در دسترس ما قرار نمیتن، و منابع را که در دسترس ما قرار میتن اکثریتشان مشکل میداشته باشه، یا با ضعف روبرو میباشه، یا اصلا سند نمیداشته باشن. از این خاطر ما با مشکلات برمیخوریم که بعدا بر اثر از این مشکلات ما مواجه با یک سوء تفاهم میشیم و این خیلی خوب نیست. یقین یکی از دلایلی که من خواستم شب امروز خودت یک بحث داشته باشیم نمی بود که سایت ها بیا اول اما دقتش دیگه آستا از بین رفته، آدم نمیتونه که اعتبار کنه. ایران میشه من در افغانستان به مریضای خود میگفتم، مثلا یک زمان در کابل که بودیم یک چیز برآمد، این زمانای کرونا یک گپ برآمد که چای سیاه میتونه که به کرونا مفید باشه، نه و این گپ زیاد کلان شد. وقتی که در گوگل میرفتی درباره چای سیاه نشته میکردی که آیا به کرونا فایده داره، پست های همین بچه هایی که در فیسبوک در بارش نشته کرده بودن کلش میامد و هر کدامش هم میخواندی که او فایده داره فایده داره فایده داره. یک روز در یکی از مصاحبه که تلویزیون آریانا طرف مقابل که نطاق بسیار زیاد مستعدان بود، اونا هم به می باور رسیده بود، میگفت دکتر صاحب اینا ثبوت داره این پست ها را بخوان. من گفتم خیر تو برو دمی هر کدام از امی لینک ها داخل شده که اکثریتش فیسبوک است که مردم پست کرده، و این گپ خودتان دقیق از زیاد مسائل اسلامی که حالا خصوصا در گوگل ما پیدا میتونیم، او مردم است که در هر جای یک نشتش کرده و هیچ جای فلتر نبوده که فلتر شده که اینیش علمی است اینیش نیست اینیش واقعا توپی اسلام سرش بخوره اینیش نخوره. و از نمی خاطر بود که من خواستم شب سر امروی خودت گپ بزنم. پس جواب خودت ای است که بخش از امراض جنسی یا خود مسائل جنسی در اسلام جا داشته، خود حضرت عایشه رضی الله عنها آمده در بارش گپ زده، احادیث وجود داره و طریقه های وجود داره، سنت های وجود داره که ما اونا رو انجام بدیم. که پس اگر وقت ماند یا بیخی اگر وقت نماند من در باره از این ویدیو جور میکنم که یک تا سنت هایی که مونده چطور از لحاظ روانشناسی و چطور از لحاظ جنسی منطقی بوده و چقدر گپ منطقی بوده میتونه. اینال سوال دوم ای است که یک تعداد مردم سوال دارن، نه من نیست یک دکتر، من با وجود که یک دکتر داخل هستم مردم سوال میکنه، سوال در تیک تاک میکنه، سوال در اینستاگرام میکنه، سوال در فیسبوک میکنه، و جواب دادن سوالا به هر کدام از اینا سخت است. مثلا اگر شما در فیسبوک من اینمی حالا در این من ثبوت از اینم میتونم نشان بدم که حداقل 3000 داره مسیج اینمی لحظه است، در تیک تاک حداقل 1000-2000 کامنت هست که باید جواب داده شد و مسیج هایی که اصلا نمیقسم در اینستاگرام کل گزی ها را و اکثریتش عین سوال هست. کل گزی ها را من منعیس یک دکتر نمیتونم که جدا جدا جواب بتونم، من مجبور هستم بعد از یک ویدیو بسازم. وقتی که ویدیو بسازی این ویدیو را هر کس میبینه، این ویدیو را یک طفل هم میبینه، این ویدیو را یک کلان هم میبینه، یک زن هم میبینه، یک مرد هم میبینه، و در این ویدیو هر گپ دیگه مجبور هستی من ایسی یک دکتر همه چیز واضح برای مردم بگی. زیاد گپ ها را مثلا اگر من یک کلمه طبی برای یک آلت تناسل استفاده کنم را کس نمیفهمه، نه من مجبور هستم که واضح بگیم. اینجا اسلام چی میگه؟ یعنی چی رای را نشان میده؟ یعنی منطقی چی است؟ یک دکتر چی باید کنه و رای اسلامی چی است؟ البته در رابطه با مشکل خودت ما ایره بگویم که اسلام اصلا مانع از این حرف نمیشه که شما مثلا بر مردم اطلاع رسانی نکنین، لیکن یک سری آداب هست که باید را مراعات بکنیم. آدابش این است که وقت شما مثلا یک ویدیوی را میسازین در رابطه با ارائه معلومات در رابطه با موارد جنسی و غیره، که عموما مخاطبانتان جوان ها میباشند یا حداقل کسایی میباشند که سنشان بالاتر از 18 باشه یا حداقل به سن جوانی رسیده باشند، وقت مخاطب میشن شما حداقل باید برای اونا یک پرانتیز باز کنن که مردا با مردا بشینن ببینن یا به تنهایی برن بشنون، خانم ها بتونن به تنهایی بشنون. ویدیوهایی را که میسازن برشان آگاهی دهی از اول بکنن که ویدیوهایی نیست که شما بشینن در کنار اطفالتان یا تماشا کنن و بشنوین، و یا ویدیوهایی نیست که مثلا شما در کنار خانواده تان بشینن را با هم گوش بدین، یا خواهر با برادر یا برادر با خواهر. این ویدیوهایی نیست که مثلا با هم نشسته ای را تماشا کنین، به خاطر از اینکه خیلی از موارد هست که ضروری است برشان گفتنش، اما بعض اوقات مشکل از برای دو تا نفره که مثلا با هم خواهر و برادر هستن یا اعضای دیگر خانواده هستن، انسان احساس شرم میکنه که چنین کلمات را بشنوه،
و از امو خاطر برشان آگاهیدهی خیلی مهم است که در نخست برشان آگاهیدهی داده شود. یعنی اسلام مانع از این نیست که شما هیچ آگاهیدهی نکنین، مردم آگاه نسازین، بیدار نسازین، لیکن برای کسی که مثلا چنین ویدیوهای تهیه میکنه امیر تجویز میکنه که بیشتر کوشش کنین که در نخست برشان آگاه بسازینشان، که ویدیوی نیست که به تنها در جمع نشسته ویدیو را تماشا کنین، باید به تنهایی نشسته یا حداقل پسرها در جمع پسرها و دخترها در جمع دخترها نشسته ویدیو را تماشا کنن، به خاطر از اینکه بعدن احساس مثلا خجالتی یا احساس شرم دوج پیدا نشه برشان. یک سوال دیگه، در وقتای فکر کنم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی بوده که خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم درباره مسائل جنسی در خطبه معلومات میداده، این دقیق است؟ در البته وقت ما در این مورد که مخصوص که در بین خطبه های خود چنین کار کرده باشم ما سراغ ندارم یا معلومات کافی ندارم، به خاطر جستجو نکردیم چون بیشتر پشتش نرفتیم، اما موارد زیاد بوده که مثلا گفته شده. مثلا یک مورد هست که در ماه رمضان ابو هریره رضی الله تعالی عنه منع میکرد مردم از اینکه شبانه با خانم خود مثلا رابطه جنسی داشته باشن، برشان میگفت که شما کسایی که شب رمضان رابطه جنسی می داشته باشن و صبح بدون حمام روزشان باطل میشه، روزه گرفته نمیتونه. وقتی خبر به عایشه رضی الله تعالی عنها رسید، او گفت که ما رسول الله علیه السلام با ما شبهای رمضان با هم ما می رابطه جنسی را می داشتیم و صبح وقت حتی به اندازه که لباسش مثلا لکدار می بود، با مو آب که آمده می بود لباس اگر لکدار می بود لباس خود می ششت، لباس خود پاک می کرد، اما قسمتش وضو می گرفت، می رفت نماز صبح خود می خواند و بعد از یک از نماز بر می گشت، فردا صبح که روشنی می شد حمام می گرفت و روزش هم صحیح می بود، روزه خودم می گرفت، هیچ مشکل هم نداشت. یعنی ما وقتی که این موارد گوش میکنیم به این نتیجه می رسیم که طبعا موارد بین مردم بوده که از طریق صحابه می رسیده بر مردم، آگاهی دهی می شده، بعدا که دیگه صحابی ای را می شنیده که مثلا اگر این مشکل می داشته حرفش، بعدا برش حدیث دیگر یا سنت دیگه که از رسول الله علیه السلام بر از اونا رسیده نمی بود، از طریق خود بر از اونا می رسندن که شما شاید در اشتباه باشین. از همین خاطر این موارد بوده، لیکن مستقیم که از رسول الله علیه السلام ما چیزی را شنیده باشم یا مثلا یعنی در موردش خوانده باشم چون این چیز را تا فعلا سراغ ندارم، اما جستجو میکنم، حتما اگر چیزی بود او را در جریان میگذارم. صحابه از این صحابه یک تعداد چیزها را آموخته بودن و این مستقیم یا غیر مستقیم بر از آمده بوده، یعنی این چی معنی که حتی رسول الله علیه السلام وقتی که بس جنسی می رسید حتی تجربه شخصی خود یا خانمش تجربه شخصی خود می آمد امرای مردم شریک میکرد، نه بخاطر اونجا اونا، نه بخاطر از اینکه مثلا نشان بده، فقط بخاطر از اینکه امت یاد بگیره، یعنی بله دقیقا همطور بوده. اسلام وجود داشته. پس نه سوال دیگه می است که این سوال مربوط خودمان میشه و مربوط خودم، وقتی که معلومات دادن این مسائل مشکل نداره، پس مردم چرا حساس است با این مسائل؟ این گپ بسیار حساس است. مثلا یک چیزی که من منعیست تجربه در افغانستان، من ماینه خانه داشتم و خودت خبر داشتی که بسیار زیاد مریض در این بخش داشتم، انسان های می آمدن و من متوجه می شدم که یک معلومات کوچک چقدر می تونه زندگی انسان تغییر بده، ولی من امو معلومات را در مو فیسبوک خود پست کرده نمی تونستم، یک تاد معلومات من هنوز هم نمی تونم که برش ویدیو جور کنم، به خاطر از این نمی تونستم که در او زمانم برای من از لحاظ امنیتی مشکل بود، جنجالایی بود که داشتم، هنوز هم از لحاظ امنیتی مشکل است. اگر امنیتی هم نیست مردم احساس است، مردم دو میزنن، مردم توهین میکنن و بسیار کارهای دیگه میکنه. این حالی خیلی سوال منطق از این کجاست؟ چرا میگه چرا مردم احساس است؟ مردم چرا مشکل ایجاد میکنن؟ چرا در مقابل داشتن شده باره امید دوست ما را رکست شد قبول کردم از خاطر یک سکتگی آمد، مردم چرا احساس است در مسئله ای از خود دامشنام داختار عموما دکتر صاحب یک مسئله اساسی که ما همیشه دچار ازی هستیم میست که ما خیلی چیزها را به ارث میبریم از گذشتگان خود، از اجداد خود، و یکی از مسائل و یکی از مشکلات کلانه که ما امروز دچارش هستیم و امت اسلامی دچارش هست همیست که ما دین و اسلام از دیگرها به ارث بردیم و زیادتر تحقیق نکردیم. دکتر اسرار رحمت الله علیه میگه که یا ما ایمان نداریم
یا قرآن دروغ میگه. به خاطر از اینکه در قرآن بر ما گفته شده که شما بهتر و برتر هستید در صورت که مؤمن باشید. اما وقتی که ما طرف اوضاع فعلی مثلا کشورهای اسلامی میبینیم و مسلمان ها دچار مشکلات زیاد هستن، متوجه میشیم که اینجا یک سکتگی هست و این سکتگی بر ما نشان میده که البته اسلام ما مشکل داره، ایمان ما مشکل داره. پس ما انسان ها میایم یک مشکل ایجاد میکنیم که گویا نه، ایمان ما مشکل نداره، ما با ایمان هستیم، این عذاب از جانب خداوند آمده و ما ایمان ما مشکل نداره، پس میم قرآن خدای نخواسته چیز میکنیم، مورد چی بگیم ما شما چالش قرار میدیم، شکل گویا قرآن مشکل داره. و دکتر اصرار در ادامه صحبت های خود امیره میگه که ما برای به دست آوردن اسلام هیچ زحمت نکشیدیم، ما این از اجداد خود ارث آورد به ارث بردیم و اونمو هر کاری که اونمو کردن اونمو را ما فالو کردیم. صحیح، ما مشکل اساسی ما اینمی هسته. در اسلام تمام موارد بر ما گفته شده، هر مورد از اگر از لحاظ جنسی باشه، از لحاظ سیاسی باشه، از لحاظ اقتصادی باشه، از هر لحاظی که ما و شما ببینیم بر ما در اسلام معلومات داده شده. لیکن متاسفانه مشکل اساسی ما انسان ها اینمی است که ما لقمه تیار میخوایم، خود ما بر ما در دهن ما یک نفر لقمه تیار بده و ما هیچ زحمت نمیخوایم بکشیم. یکی اساسیت هایی است، اینمی مشکلات هست که مثلا ما نمیتونیم زود معلومات جمع آوری کنیم و اون معلومات بر دیگر را برسانیم. و دومین مشکل ما مشکل فرهنگی ما است. در جامعه یا در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم اینجا یک سری اساسیت های فرهنگی وجود داره. بعض اوقات ما میمونم اساسیت های فرهنگی را در بین مردم را شایع پخش میکنیم که گویا ای اسلام این اساسیت های فرهنگی را آورده، در حالی که چنین نیست. در اسلام هیچ تو چیزای وجود نداشته. مثلا ما یک مورد دیگه که گرفتن نام خانم ها که هست، خیلی ها میشرمن حالا نام خانم خود نمیگیره در جمع. خب چی گپ است؟ علتش چیز والا چطور است و چیکار است؟ غیرت ما را طور میته و مشکل داره و فلان است و بستان است. اما ما در اسلام متوجه از این میشیم که رسول الله علیه السلام نام خانم خود در جمع مردان میگرفت و هیچ شرمی هم نداشت، هیچ مشکل هم نداشت. به علت چی؟ به علت که اونا افتخار میکردن بالای خانم خود. و مثل از این ده ها مورد دیگه هست که او از روی احساسات های فرهنگی که خود ما ایجاد کردیم او را به نام مذهب یا به نام دین القا میکنیم و بین مردم را پخش میکنیم شکل گویا دین برای ما چنین چیز را آموزش داد، در حالی که چنین چیز نیست. یعنی این نتیجه می رسیم که با ای که یک جواب کسا اساس میشن و مشکل خودشان است. مگر منال من ایس از ای که رای حل چی است؟ خب منال ایس چون سوال مربوط من میشه، تقریبا 4-5 سال میشه که من داخل امی سوشل میدیا هستم، با مردم مواجه هستم، در بیرون مردم مواجه هستم. این دلیل از ای که مردم این سوال ها را از من میکنن شاید بخاطر از ای بوده که من بیشتر مواجه بودیم و بیشتر این زمینه مساعد بوده که برشان سوال جواب بدم. یک تو سوالی بسیار خاص بوده که از من شده و ایده من همیشه میفهمیدم که اگر من در این باره ویدیو جور کنم پست کنم برای من مشکل های جور میشه که بعدا بسیار زیاد خطرناک خواهد بود. یا حداقل وقتی که ما شما در کابل زندگی میکردیم یا خودت هنوزم کابل هستی، آدرس پیدا کردن بسیار آسان است دیگه. اینکه آدرس یک نفر پیدا جای یک نفر پیدا کنی برش مشکل ایجاد کنی فوق العاده آسان است. به خاطر از این گپا من این کار هیچ وقت انجام ندادم. ولی اینا رای منطقی چی است؟ من حدس میزنم وقتی که من میایم و همین کار رو من انجام دادم میرم، وقتی که من میایم درباره از این مسائل معلومات میتم، همیشه یک یاد از اسلام میکنم مستقیم یا غیر مستقیم که نه بیادر اگه تو آماده استی که طرف ما دعا چالان کنی نه بیبی که اسلام مشکل نداره. یکی از دلایلی که من امشب امروی خودت میخواستم گپ بزنم این نیست که مردم معلومات نداره. طب خوبیخی دمی جایش بان، اسلام خوبیخی در جایش بان، مردم درباره هیچ چیز معلومات نداره. همین مردمی که دمی اروپا کلان شده معلومات نداره. امی کامنت های چند روز اخیر ما در اینستاگرام سا خطرناک است و متوجه شدیم که امو بچه هایی که در اروپا، امو دختر هایی که در اروپا زندگی میکنن اونا هم این کامنت ها را داده. هیچ فرق بین بچه که در افغانستان زندگی کرد یا دختر که افغانستان اینجا نیست از لازم مفکوره اونجا فرهنگ مشکل داره. ولی اینا من این سازی یا هر دلیل دیگه که وجود داشته من این سازی که طرف مقابل توهین کنه همیشه از اسلام استفاده کردن. آمدن خودت امشب و گپ زدن هم روی خودت یکی از کارهایی است که من میخوام انجام بدم که آستاست مردم با این مسائل عادی شه و آستاست مردم بفهمه که گپ بد نیست اگه یک معلومات برات میرسه. گپ بد نیست که اگه از هزار یک ویدیو را میبینه دو نفر مشکلش حل میشه. مردم چیزای کوچک فکر نمیکنن، مردم فکر میکنن خب اگر من مشکل ندارم، اگر قوم ما مشکل نداره، این مشکل هیچ وجود نداره. در حالی که آدم اما قدرم درک از این نداره که اگر من مشکل ندارم بیارم
باشه پیاده، اما دوست کلی از مسائل همراه ما صحبت، یا شاید از ما مشکل داشته باشه یا دوست نداره این مسائل صحبت کنه، ما با کار خود زمین خاطر ادامه دادم، یعنی مدت وقت کرد باشی حداقل چندین ماه دیگه استاپ کردم، ولی از مسائل حواله مردم جواب ندادم. آمدن خود دوباره امروز ما با کار خود قوی تر ادامه بودم. امیجا صبور جان فرمولی اگر صدای ما میشنوی میخواستی که به گپ بزنی، متاسفانه اوکیام کردیم ریکوست قطع شد، ولی اگر آمدی حتما دوباره میخوایم خودت داشته باشیم. اینال یک من یک درخواست داشتم دکتر صاحب، دوستایی که میخواستن لایف بالا بین، من میگم چی بهتر است که بعد از این کمو سوال جواب ما خود تمام شوه بین، خوبتر است به خاطر از این که یک سکتگی صدا که وقتی ایجاد میشه در مو لایف ما خودت یک مشکل ایجاد میکنه. من خواهشان از دوستا مثلا احترامانه خواهش میکنم که منتظر باشن، حتما انشالله بعد از یک سوال جواب ما خلاص میشه بین لایف بین با هم صحبت میکنیم، نظریات از اونا رو میگیریم، نظریات خدای را هم میکنیم، مشکل نیست. خب گفت هست. اینال یک سوال دیگر دارم. چیز جان، رومل جان، وقتی که ما در افغانستان بودم اونجا هم به اکتاد کسار می دیدم. مثلا من یک تعداد مریضای داشتم که ناب خانم های بسیار زیاد جوان بودن. مثلا 22 ساله بود. مثلا 21 ساله بود. و این خانم 16 ساله بود در جنگا. یک دفلم داشت، باید کارم میکرد و در پولی از این همه جنجالایی که در زندگی داشت این نیاز به یک کس داشت که در پولیش باشه، در پولی از این که امرایش باشه. خب بخوای نخوای یک کسی که 22 ساله است، حتی اگه 100 ساله است، به چیزای جنسی نیاز داره، به ارزای جنسی نیاز داره. و این آدم همیشه میومد پیش من میگفت رومل جان فهیم انترنتش بگیرم. اینا مریض های مثل از اینا و همه قسم در اروپا هم دوستایی بودن که از من سوال کردن. اینا همیشه پیش من میومدن میگفتن دکتر صاحب برای من تو یک دوایی بده که بیخی هم شهوت من از بین بره، چون من نمیتونم از واسه طبی و یک رای خاصی هم وجود نداره، تو اگر وجود هم داشته بسیار یک بر... باقی کلان است تو به از دوا بودی و شهوت از اون از بین ببری، چون به از ناز از لاز باقی به تبابت و مکتر چیزایی است که در بارش گپ زده شده و هنوز رای پیدا نشده. ناله یک طور کسایی که جدا شدن، یک طور کسایی که تنها ماندن و جوان هستن، چی پس... خب برای پسرها فکر میکنم در جامعه مثل ما و شما مشکل وجود نداره، خصوصا برای دختر خانمایی که تنها ماندن، چی راه استون مد نظر گرفته؟ البته در رابطه با این پرسش یک جواب منطقی باید دیره بتیم که یک مسلمان بیایم از دیگه کسایی که مثلا با افکار و ایدئولوژی های دیگر هستن اونا رو میگذاریم کنار، کسایی که خصوصا خدا مسلمان خطاب میکنن، یک مسلمان همیشه قبل از این که دنبال مثلا عواقب جسمانی و دنیاوی یک مسئله باشه بیشتر کوشش از این میکنه که عواقب مثلا ناخوشنودی خداوند زیادتر مد نظر میگیره و ای که مثلا بعد از مرگ با او چی در اثر انجام و گناهش، هر رقم گناهی که باشه، مواجه با چی مواجه میشه، کوشش میکنه که به خاطر از اینمی که در آینده مورد خشم خداوند قرار نگیره و مورد آتش جهنم که بیشتر برش چیز میشه، مورد آتش جهنم قرار نگیره، کوشش میکنه که از گناه دوری کنه. این مسئله خیلی مهم است. در رابطه با رسول الله علیه الصلاه و السلام بر ما تجویز میکنه که اگر مسلمان ها یا بر مومن ها را تجویز میکنه که اگر به ما شما دو چیز حفاظتش بر ما گارانتی کنین یا بر ما ضمانتش بدین که شما دو چیز حفظ میکنین، ما بر شما بهشت گارانتی یا ضمانت میکنم که شما 100% بهشتی هستین. یکیش حفاظت از زبان انسان است و دومش حفاظت از شرمگاه انسان است. ما میبینیم که جوانا باشن چی مثلا ازدواج کرده باشن چی نکرده باشن با این مشکلات روبرو میشن. وقت فرزند پسر یا دختر جوان میشه طبعا حس شهوانیش بیشتر میشه و خواسته های متعدد میداشته باشه، خصوصا ما فعلا در عصر یک فتنه بسیار عظیم زندگی میکنیم که اینترنت هست. سابق اگر رابطه ها بین پسر و دختر می بود عموما بسیار مشکل بود که رابطه برقرار کنن، از طریق مثلا وقتا خط بود و
پیام نبود، تلفن نبود، موبایل نبود، اینترنت نبود، چیزا نبود. اما امروز ما در یک عصر بسیار خطرناک، عصر اینترنت قرار داریم که او فاصله ها را بیخی از بین برده. اگر حضور فیزیکی هم نداشته باشند در یک مکان، اینا میتونن با استفاده از اینترنت و مثلا تلفن و مسج و ایگپا اما یک رابطه غیر مشروع یا یک رابطه را برقرار کنن. در رابطه به می که وقت رابطه برقرار میشه، طبعا پیام های رد و بدل میشه، حرف های رد و بدل میشه که باعث تشویق دو طرف یا مثلا غیر از اینکه مثلا پیام ها رد و بدل کنن، حتی اگر در تنها باشن با استفاده از اینترنت با تماشای چند فیلم یا با شنیدن چند صدا اینا را مثلا حس شهوانیشان بیشتر میکنه و باعث از این میشه که اینا مثلا دست به کار بزنن که در اسلام حرام قرار داده شده، که در این رابطه باید مثلا همراهشان صحبت شود. استمناء در اسلام به خاطر زمین حرام. بس ما هم تا رومل جان آل دوباره مشنام به خاطر از امی دوچار اونمون مشکل میشن که مثلا دست به استمنا میزنن یا خود ارزایی میزنن. البته ما و شما ببینیم، حتما شما من حیث یک دکتر معلومات خود جمع کردین که ما هم بعض اوقات در سایت های مختلف خواندیم که دکترها تجویز میکنن که حداقل هفته یک بار اگر مثلا جوان ها به این کار نزدیک میشن ایراد نداره و خوب هم هست، تک رفرش میشه و چطور میشه و چی کار میشه. اما اسلام بعض اوقات ما و شما متوجه هستیم که میگیم اسلام اگر یک کار را ممنوع قرار داده حتما در او حکمت های وجود داره، چرا همی کار کرده؟ اسلام بعض اوقات در موارد چنین نگاه میکنه که با بمی علت امور میگیره مثلا حرام یا حلال میسازه نظر به فواید و نواقصشان. ما وقتی می متوجه میشیم که اگر فایده یک عمل بیشتر از ضررش است، ما او را بیشتر مثلا تشویق میکنیم که خیره، اگر شب خوب است مشکل نیست. اما برعکس وقتی ما متوجه میشیم که ضرر یک عمل نسبت به فایدهش بیشتر است، اگر ما میبینیم که مثلا 3 4 مورد فایده داره اما 20 الی 21 مورد مثلا نقص داره، در این صورت ما باید او را منع قرار بدیم. از این خاطر در اسلام چنین موارد منع قرار داده شده. ما پیشتر امو حدیث برتان یاد کردم که پیامبر علیه السلام امی مورد یاد میکنه که مثلا کسی که حفاظت دو چیز برای ما زمانت شبه تا ما بهشت برش زمانت میتم. علتش امی هست که ما بین امی کارها از طریق نامشروعش نزدیک نشیم. حفاظت شرمگاه به این معنا نیست که مثلا رابطه جنسی کس نداشته باشه، نه، به علت از ایست که به شکل نامشروع و به شکل غلطش نزدیک شدن به او غلط است. ما در سوره مؤمنون میخوانیم در آیه 5 6 و الی 7 که الله سبحانه و تعالی بر ما میفرماید کسایی که شرمگاه خود حفظ میکنن بجز از همسرایشان و کنیزایشان. البته ما شما متوجه هستیم که حال در این زمان کنیز وجود نداره، فقط همسرا وجود داره، اینا برشان هیچ ملامت نیست. لیکن کسایی که فراتر از این گام میگذارن و پیشتر از این میرن، مثلا راه های مختلف دیگه به خاطر رفع نیازهای شهوانی خود به خاطر برطرف کردن از او دست درازی میکنن یا فراتر پا میگذارن، اونا را برشان مشکل ایجاد میکنن، اونا از حدود خدا دست درازی کردن و پا بیرون گذاشتن. پس متوجه میشیم که خداوند راه های حتما مثلا حکمت های را میدانسته که بر ما چنین تجویز کرده که ما نباید به نزدیک شیم. البته علما بعض اوقات بعضی از علما هستن، بسیار تعداد اندک هستن که این کار مباح میدانن. مثلا زاکرنایک چند پیش یک ویدیو نشر کرد در رابطه به می استمنا یا خودرزایی و او هم نظر خودش نبود، البته نظر یک گروه کوچک از علما را گرفت که او گفت که من مباح میدانمش به دلیل از این که اگر یک شخص به مرحله زنا میرسه و به خاطر نجات از زنا به چنین کار دست میاندازه، دو صورت مباح است، غیر از او حرام مطلق است. به خاطر از اینکه وقتی ما میبینیم ازرار مختلف داره، ازرار مختلف، مثلا ما یک گزارش از چیز پیش خود سیف کردیم، گزارش از پزشکان بدون مرز، کنا به این نتیجه رسیدن که در مرحله اول یک نفر وقتی که به این کار مثلا دست درازی میکنه و آغاز به استمناء خودرزایی میکنه، در مرحله اول دچار چهار
تکلیف میشه. یکیش خستگی و کوفتگی است که ما شما فتیگ یا تایردنس میگیم، چه خستگی، و در کنار از او مثلا عدم تمرکز حواس میباشه، ضعف حافظه میباشه و استرس و استراب. مثلا در مرحله دوم که مثلا از مرحله اول تیر میشه، یک نفر عادتش بیشتر میشه، زیاد میشه، مثلا این کار زیادتر انجام میده، اونم رقم بیماری های از او بیشتر شده میره، و هر قدر که به مرحله بعدیش انتقال میکنه همین تکالیف تعدادشان زیادتر میشه. من موارد را که در مثلا صفحه اینترنت سرچ کردم، دکترها به این باور هستند که حدود 20 الی 21 مورد یا بیشتر یا کمتر موارد هست که اضرار از استمناع یا خودارضایی را بیشتر برای یک انسان میسازه. پس وقتی ما متوجه میشیم که ضرر یک مشکل یا ضرر یک عمل برای ما بیشتر از فایدهش هسته، از امون خاطر ما باید او را ترک کنیم و به او بیشتر نزدیک نشیم. ما از امی خاطر در اسلام ایره حرام و منع قرار داد. رومل جان، من یک تو چیزا رو نوت کردم که کلش گپ زده شوه، ولی اگر بزنم زیاد شد بگیره. اولی که بحث کنترل شد،